سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز با معرفی کامل یکی دیگه از تیم‌های جام جهانی اومدیم و قراره با یه تیم دیگه هم آشنا بشیم. تیم ملی بلژیک. نسل طلایی تیم ملی فوتبال بلژیک به دنبال کسب افتخاری بزرگ در جام جهانی قطره. تیم ملی فوتبال بلژیک بعد از کسب عنوان سومی در جام جهانی روسیه، پیشرفت خودش رو در سالهای اخیر به خوبی نشون داده. حضور در رده نخست رده بندی فیفا در سالهای اخیر حالا بلژیک رو به مدعی جدی در جام جهانی پیشرو تبدیل کرد. بلژیک در نیمه نهایی جام جهانی قبل برابر فرانسه فوتبال خوبی رو ارائه کرد، ولی خب بازی رو باخت و در نهایت با برتری برابر تیم انگلیس در دیدار رده بندی سوم جهان شد. نوبت اون رسیده که بلژیک با ستارگانی که داره برای رسیدن به افتخاری بزرگ در جام جهانی تلاش بکنه. شیاطین سرخ فوتبال جهان در جام جهانی 2014 برزیل تونستن به جمع 8 تیم برتر جهان راه پیدا کنن. در دوره قبل سوم شدن و الان انتظار مردم بلژیک اینه که تیمشون به دیدار پایانی جام جهانی برسه. بلژیکی‌ها تونستن به عنوان تیم سرگروه قاره اروپا خیلی زود جواز حضور در جام جهانی رو به دست بیارن. بلژیک با ستارگان زیادی که در اختیار داره از مدعیان اصلی قهرمانی در این جام جهانی هستش. البته در این بین ادن هازارد رو باید از جمع ستاره ها جدا کرد. این بازیکن که در رئال مادرید توپ میزنه به خاطر مصدومیت افت زیادی داشته. بلژیک در یورو 2020 به 1/4 نهایی رسید، ولی این در این مرحله ناکام بود و برابر ایتالیا شکست خورد. تا مشخص بشه که این تیم برای قهرمانی در تورنمنت ها یه چیزی کم داره. در مرحله 1/4 نهایی یورو 2020 تیم بلژیک و ایتالیا در آلیانس آرنا شهر مونیخ برابر هم قرار گرفتن که در پایان ایتالیا قهرمان اون دوره 2-1 پیروز شد، تا پرونده حضور بلژیک در اون دوره نیز با ناکامی و قهرمان نشدن بسته بشه. اما بریم سراغ ستاره های تیم ملی بلژیک. معروفترین ستاره شون کوین دی بروین هستش، ستاره خط میانی منچستر سیتی که حالا در اوج بلوغ قرار داره و احتمالاً میتونه یکی از ستاره های جام 22 باشه. دی بروین در این فصل مدتی به خاطر مصدومیت از ترکیب منچستر سیتی دور بود و حالا تونسته بار دیگر قدرت و صلابت خودش رو نشون بده. کاپیتان سوم تیم منچستر سیتی 93 تا بازی ملی در کارنامه داره و در این دیدارهاش 25 تا هم تونسته گل به ثمر برسونه. همکاری او با رومرو روکالو در جام جهانی میتونه بلژیک رو به یکی از خطرناکترین تیم‌های این دوره تبدیل بکنه. بلژیک ستاره‌های زیادی داره، ولی بهتر از همه کوین دی بروین هست که همه کاره منچستر سیتی و تیم ملی بلژیک به حساب میاد. در حال حاضر مربی تیم بلژیک روبرتو مارتینز هستش که یه مربی کهنه‌کار اسپانیایی هست. فدراسیون فوتبال بلژیک با وجود حذف از یورو 2020 به حمایت از مارتینز پرداخت و اعلام کرد که این مربی اسپانیایی به کار خود همچنان ادامه خواهد داد. طبق اعلام فدراسیون فوتبال بلژیک، مارتینز تا پایان جام جهانی 2022 قطر به کار خودش ادامه خواهد داد. شاید این دوره آخرین حضور مارتینز روی نیمکت بلژیک باشه. سرمربی پیشین اورتون در ماه می 2020 که قرارداد جدیدی رو با اتحادیه فوتبال بلژیک امضا کرد و خود رو تا جام جهانی 2022 به تیم ملی بلژیک متعهد کرد. شکست 2-1 شیاطین سرخ مقابل ایتالیا در مرحله 1/4 نهایی مسابقات یورو 2020 سبب نشدش که مدیران اتحادیه فوتبال بلژیک نسبت به ادامه همکاری با او مردد بشن.
توی دوره قبلی جام جهانی توی روسیه مربی بلژیک مارک ویلموس بودش که بعد از نتایج درخشانی که با این تیم گرفت و اون رو سوم جهان کردش، بعد از جام جهانی یکی از گزینه‌های تیم ملی ایران بود که در نهایت هم با یه قرارداد سنگین مربی تیم ملی ایران شد که نتایج فوق‌العاده ضعیفی رو با تیم ایران گرفت و نزدیک بودش که تو دور اول مقدماتی حتی ایران حذف بشه، که همین مورد شاید نشون بده که تیم ملی بلژیک علاوه بر مربی بازیکنهای بزرگی داره که تونسته به این موفقیت‌ها دست پیدا بکنه. اما بخوایم از افتخارات تیم ملی بلژیک بگیم، این تیم در سال 1980 نایب قهرمان جام ملت‌های اروپا شده و در سال 2018 هم در رده سوم جام جهانی قرار گرفت و مدال برنز رو به دست آورد. بهترین گلزن بلژیکی‌ها روملو لوکاکو هستش که 68 تا گل ملی داره. بیشترین بازی رو هم یان فرانکتون باز داشته که 141 بازی برای بلژیکی‌ها انجام داده. نحوه صعود بلژیک به جام جهانی هم به عنوان تیم نخست گروه به صورت مستقیم از قاره اروپا به جام جهانی قطر صعود کرد. توی دوره قبل هم مقامشون سوم بودش. تیم ملی بلژیک در گروه ششم مسابقات حضور داره، جایی که کشور کانادا، مراکش و کرواسی هم همگروه بلژیک هستند. اولین بازی تیم ملی بلژیک 2 آذر ساعت 22:30 برابر کانادا هستش. اونا 6 آذر ساعت 16:30 برابر مراکش قرار میگیرن و 10 آذر ساعت 18:30 برابر کرواسی بازیشون رو انجام میدن. اینطور که مشخصه در مرحله گروهی خیلی کار سختی ندارن و میتونن راحت صعود بکنن. باید ببینیم در ادامه به چه تیمی میخورن و آیا میتونن تا مراحل بالا صعود بکنن و به فینال مسابقات برسن. با توجه به اینکه بلژیک توی گروه ششم مسابقات هستش، احتمالاً بازیش رو باید با تیم اول دوم گروه هفتم برگزار بکنه. با تیم اول دوم گروه پنجم مسابقات برگزار بکنه که احتمال خیلی زیاد یکی از دو تیم آلمان و اسپانیا توی مرحله بعدی به بلژیک میخورن که کار سختی رو بعد از مرحله گروهی داره. باید ببینیم میتونه آلمان و اسپانیا رو شکست بده و در مراحل بعدی هم تیمهای بزرگ دیگر رو از گردونه مسابقات حذف بکنه. باید منتظر باشیم و ببینیم به چه شکلی پیش میره. خب دوستان، این بودش این قسمت از معرفی تیم‌های جام جهانی قطر. حتما یه سرم به کانال ما بزنید و معرفی تیم‌های دیگه جام جهانی رو هم تماشا کنید. یه پلیلیست خیلی کامل هم توی کانال موجوده که تمام حواشی جام جهانی و ویدیوهای جذابش رو براتون توی اون پلیلیست قرار میدم که میتونید به این پلیلیست هم سر بزنید. لینکش رو براتون قرار میدم. حتما هم کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگولش رو فعال کنید که ویدیوهای بعدی جنجالی رو اولین نفر ببینید. یه دنیا هم سپاس برای همراهیتون و لایک این ویدیو. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون باشه.